نشته چې نن سبا په نړۍ کې تر ټولو لوی اندېښنې رامنځته کوي، هغه اقتصادي ستونزې او بیکاري ده چې دا په هر هېواد کې بېلابېل لاملونه لري. افغانستان چې له اوږدمهالې جګړې او له بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د بیکاري کچه پکې په بېسارې ډول لوړه ده. دا چې په افغانستان کې د دې ستونزې په وړاندې څه هڅې روانې دي، په دې خپرونه کې به وګورو. له کاروان سره اوسئ. سلام، داود صدیقی هستم و شما کاروان تماشا میکنید. افغانستان سال هاست که با بحران بیکاری روبروست، در حالی که فیصدی زیاد نفوذش جوانان تشکیل میده. اما عدم سیاستگذاری دقیق و نبود زیرساختها وضعیتی را به میان آورده که از توانایی متخصصین و افراد عادیش برای رشد اقتصاد کشور استفاده صورت نمیگیره. در کاروان امروز میخواهیم در مورد کسایی سخن بگوییم که تلاش دارند خود با اوضاع در حال تغییر اقتصادی در جهان پر از مشکلات عیار کنند. در افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی سره په کابل کې زموږ همکار مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راوړو. وزارت کار امور اجتماعی از سطح بالای بیکاری در کشور خبر می دهد و هر سال به جمعیت بیکاران نیز در افغانستان افزوده می شود. شما وزیر صاحب در راستای ایجاد کار چی کارهایی را تا حالا انجام دادین؟ البته یقینا نمون رقم که شما گفتین، اطلاع رسانی را ما میکنیم و دغدغه های را ما داریم. تشویش بیکاری را وزارت کار امور اجتماعی داره. بیش از 77,000 نفر تنها از طریق ریاست مهارت های ما شامل بازار کار شدن و از طریق برنامه انکشاف ملی مهارت ها که یک برنامه ملی هست، 1,50,000 نفر آموزش دادن و اینا کار پیدا کردن. طبق آمارها هنوز هم اکثریت افغانهایی که به کشورهای خارجی به غرض کار مهاجرت میکنند بیشترشان را جوانان تشکیل میدهد. آیا شما برای جلوگیری از این نوع مهاجرت ها با سایر وزارتخانه ها کدام اقدام کرده اید؟ در قسمت مهاجرت جوانان ما خوشبختانه بگیم نیروی کار فراوان داریم. سر پلیسی های ملی کاریابی کار میکنیم، استراتژی ملی کاریابی و پلیسی های ملی کاریابی. یعنی بازار هم باید سنجش شوه، بازاریابی شوه. افغانستان، محیط های کاریش، ولایات مختلف، قریجات مختلف، چی نوع کار باید باشه و سر از او باز پلیسی های ملی کاریابی ساخته میشه که روی از این فعلا کار جریان داره. وزارت کار امور اجتماعی برای ایجاد اشتغال برای جوانان کشور، به خصوص آنهایی که از صنف 12 فارغ میگردند و با تحصیلات عالی را پیدا نمی کنند، چی اقدامات نموده است؟ ما رو برنامه ها اینستیتوت هایی داریم، مراکز داریم. ما همیال در کابل مرکز آموزش های فنی حرفه‌ای که افغان کوریا برای ما ساخته. ما فارغین صنف 12 کسایی که از کنکور باز میمانند داوطلبانه میان شرکت میکنند، یک امتحان که اختصاصی از اونا گرفته میشه و بالاخره در حرفه های 6 حرفه داریم ما اونجی که آموزش میبینند که در اون زبان انگلیسی هم شامل است، کامپیوتر هم شامل هست، ترمیم مات موتر، نلدوانی و سایر بخش های دیگه به شکل تخصصی برشان آموزش داده میشه. جناب وزیر صاحب، با عنوان آخرین پرسش، اکثر جوانان بالای شما انتقاد دارند که شما قبلا وزیر امور جوانان بودین و فعلا وزیر امور کار و امور اجتماعی هستین. جوانان میگوین که کار را برای جوانان به گونه حداقل هم نکرده اید. این نظریات را جوانان را چگونه بررسی میکنید؟ این قضاوتشان منصفانه نیست. شاید ادعی بوده باشن که سوال با شما طرح کرده باشن. او جایی که من احساسی که من دارم نسبت به جوانا، خوشبختانه من خود از جمله یکی از وزرای موفق احساس میکنم. به چی دلیل؟ به دلیل از اینکه وزارت جوانان ما از صفر شروع کردیم، ساختیم، استراتژی ساخته شد، پلانای ساخته شد، تشکیلش ساخته شد. ما همزمان ما در تشکیل خود در وزارت جوانان ما 7 ریاست ولایتی داشتیم. ما به 22 ولایت دفاتر ایجاد کرده بودیم، ولی متاسفانه برای ما فرصت داده نشد که همو استراتژی و همو برنامه های خود ما تطبیق بکنیم. از مصاحبتتون با صدای آمریکا جهان سپاس. تا
په افغانستان کې د پراخې بیکارۍ له امله ډېری ځوانان د کار د موندلو په مخه بهرنیو هیوادونو ته ځي او د کډوال کېدو پر مهال له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېږي. په دې هکله زموږ همکار نعیم اتل له مزار شریف څخه یو رپورټ برابر کړی چې په ګډه به یې وګورو. په بلخ ولایت او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې هره ورځ زرګونه ځوانان د کار د پیدا کولو په لټه کې له کورونو څخه وځي او ډېری د کار د نشوالي له کبله په تش لاس بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. نو له همدې امله ډېری ځوانان له هېواد څخه بهر د کار د پیدا کولو لپاره په ستونزمنو مهاجرتونو لاس پورې کوي. د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي او موټر چلوونکي وایي ډېری ځوانان د دوی د موټرو په واسطه بهر ته په تېره بیا ایران ته د کار د پیدا کولو لپاره ځي. والا مردم خلاص عمل صبر بسیار رفته دیگه از جد در روز سی موتر چل موتر که میره سی موتر شیرانی هسته که بره کار نه دیگر از میخزن میره در حدود 500 نفر 400 نفر روز آمه روز بره میره خاطر که در وطن نه کار است نه غریبی است هیچ کسی کار غریبی نیست مردم میره پشت کار غریبی دیره یک از وانان چی ایران تزی دلار خرز برابرال و پومخت خپل کور وسایل خرسوی او ډیرای وختونه په سرات کې د پولیس له خوانیول کیږي او بیرته افغانستان ته راشړي. کار نیست برای مردم طلا کالای خود فروخته به طرف ایران میره، بعض از طرف ایران هم رد مرز میشن و پس بازگشت به طرف مزار میان. پول خرچه ندارن چون کار نیست، غریبی نیست. این دی مشکلات اقتصادی زیگه مجبور کران بریم کار کنیم. در وطن ما کاربار نیست. نیست بی مردم اینمیالی سین ایران میره هر روز. ما مجبور ما هم بریم کار کنیم در اینجا کاربار نیستی. لبل خواه بیاد تولنیز چارو کارپوهان وایی که چیر تنکی زوانان پا مهاجرتون لاس پوری کردی نو ده دولت مخالفین او بحرانی ملکونه بلوغوی سخد خپل سیاسی اهداف لپاره او ده مخدره مواد قاچاق شن بلوغوی سخد مخدره مواد ده قاچاق او ترافیک لپاره گرده واخلی. طبعا یک سلسله مشکلات بسیار وسیع و گسترده در اینا مواجه میشن. مثلا مواجه شدن با گروه های اختطافچیان و قاچاقچیان که در کل اینا را به عنوان یک عمته به بازار بیرونی اینا را به فروش میرسانه. که څه هم دولت دلس کلنو پوکدو که د ځوانانو د تحصیل لپاره ډیرې هڅې کړي خو له دې چې د افغانستان ډیری ځوانان او خلک په کلي او لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي د هغوی د بوختیا او کار په برخه کې کومه خاصه پاملرنه نه ده شوې. نو له همدې امله ډیری ځوانان بهر ته مهاجرت کوي او یا هم په اسانۍ سره د مخالفینو لیکو ته ورځي تر څو خپلې کورنۍ تمویل کړي. نعیم اتل، مزار شریف. آشنایی با زبانهای خارجی به ویژه به زبان انگلیسی در محراق توجه جوانان افغان قرار دارد، چون در بازار کار برای افرادی که با زبانهای خارجی آشنا باشند تقاضای بیشتر وجود دارد. در این مورد همکار ما فاروق فیضی از هرات مطلب تهیه کرده. از چند به این سو مراکز تدریس زبان انگلیسی میزبان جوانان قرار گرفته است که به خاطر آموختن این زبان قسمتی از روز را در این مراکز سپری می نمایند. هرچند فهم و تکلم نمودن به زبانهای خارجی از آرزوهای هر انسان است، اما اینکه چرا تنها آموختن زبان انگلیسی امروزه در محراق توجه جوانان ولایت هرات قرار دارد موضوعی است قابل مکس. شماری از جوانان هرات جهانی بودن این زبان را دلیل اصلی رو آوردنشان با آن عنوان می کنند. چون میدانی که هر جوان یک هدف خاص داره و در افغانستان شرایط طوری است که اگر زبان انگلیسی یاد نداشته باشیم نمیتونیم کار مناسب دریافت کنیم. به خاطر همین من به عنوان یک جوان علاقه‌مند یادگیری انگلیسی هستم. چون انگلیسی یک زبان بین المللی است و ما بخصوص کسانی که دانشگاه درس میخونن باید حتما انگلیسی یاد داشته باشن، چون فعلا ما خیلی وابستگی به انگلیسی داریم. اما از همه مهمتر تسلط بر زبان انگلیسی در شرایط کنونی افغانستان را عده از جوانان عامل اصلی کاریابی خیش برشمرده و به همین منظور قسمتی از برنامه زندگی خیش را به فراگیری این زبان اختصاص می دهند. ما اگر خواسته باشیم وظیفه خوب به خود پیدا کنیم باید انگلیسی یاد بگیریم، چون همه اول هر چیز پنسون مکتبا هم تعلق به انگلیسی داره. اگر خواسته باشیم کامپیوتر بخونیم باید انگلیسی اول یاد داشته باشیم. دیگه ضروری داره ما مردم افغان به انگلیسی. اما اینکه آیا واقعا دانستن زبان انگلیسی در حال حاضر دلیل اصلی کاریابی در افغانستان می باشد
از زبان سید واسه فارغ پوانزه ادبیات پوانتون هرات میشنویم. او که در حال حاضر در یکی از مؤسسات خارجی مصروف فعالیت میباشد چنین میگوید: ما در حالی که از پوانزه ادبیات از زبان و ادبیات دری فارغ شدم، ولی به هر صورت فعلا در مؤسسه به یک ارگان خارجی کار میکنم و این موقفی که فعلا به دست آوردم به خاطر ازی بوده که من به زبان انگلیسی و مهارت های کامپیوتری آشنایی داشتم. اگر این زمینه پیش زمینه برای من میسر نمی بود، طبعا نمیتونستم به این مدارجی که فعلا هستم به او کار بکنم. همکنون در حدود 500 مرکز آموزش زبان انگلیسی در شهر و ولسوالی‌های هرات در راستای تدریس این زبان فعالیت می نمایند که تنها 200 مرکز جواز فعالیت را از ریاست معارف به دست آورده و متبقی بدون مدرک رسمی فعال هستند. فاروق فیضی، هرات. جهان سپاس از تمام دوستا و علاقمندایی که صفحه فیسبوک کاروان لایک زدن. باز هم اوید دوستایی که تا هنوز با ما نپیوستن میتونن با فشردن دکمه لایک با ما بپیوندن و تمام برنامه های کاروان هر وقتی که خواسته باشن تماشا کنن. همچنان از همین طریق تمام عزیزا و دوستا میتونن که نظریات و پیشنهادات خود با ما شریک سازن. facebook.com/karwan-tv در پهلوی شنیدن برنامه های رادیوی کاروان فراموش نکنید. پختو هر جمعه در مقام پرو بجو در دوشنبه ها ساعت 8 شب به وقت افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM. امید است در رادیو، تلویزیون و اینترنت با ما همراه باشید. در کاروان خبرونه اوست در رادیو لاری هم اوریده لیسید. در خبرونه په پښتو ژبه د افغانستان په وخت د جمعې د ماښام په 2 بجو په 15 FM خپریږي. په مسلکي او تخنیکي برخو کې زده کړه او تجربه نه لرل د افغان ځوانانو د بیکاری یو لوی لامل ګڼل کیږي. د همدې ستونزې د حل لپاره اوس مهال په افغانستان کې له سلو زیات داسې مرکزونه فعالیت کوي چې ځوانان کولی شي هلته مسلکي او تخنیکي زده کړې ترلاسه کړي. په دې هکله مصطفی کاکړ له کابله یو ځل بیا. د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې په مرسته د سوداګرۍ د ادارې، ساختمانی، بڼوالي، د موټرو ترمیم، نجاري، مخابراتي ټکنالوژي او نورو مسلکي برخو کې افغان ځوانانو ته روزنه ورکوي. د دغه انسټیټیوټ د ساختمانی انجینرۍ د برخې زده کوونکی نوید وایي له دغه انسټیټیوټ څخه په مسلکي پوهه سمبال فارغ شوي ځوانان د کاری ځواک یو قوي او مهمه برخه جوړوي. ما 100% امیدوار هستم بعد از یک فارغ میشم اگر درسای خود به مو طریقه احسنش بخونم و ادامه بدم، ان شاء الله زمینه کار مساعد است بر ما پیدا میشم. د تخنیکی او مسلکی زده کړو د انسټیټیوټ محصلین وای تر فراغت وروسته کولای شي په اسانۍ سره په اړوند مسلکی برخو کې دندې پیدا کړي او په دې توګه د ځوان کاری او مسلکی ځواک برخه وګرځي. د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ اوس مهال 3000 زده کوونکي لري چې د کانکور د ازموینې لارې جذبېږي او د زده کړو موده یې 2 کاله ده. د دغه انسټیټیوټ ډېرو زده کوونکو له کاروان سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو 3 دورو فارغ شوي محصلین دا وخت په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي. ځینې همصنفیان دي زموږ چې د هلته اوس له موږ سره اوس درس وایي، دوی ته د کار زمینه مساعده ده، دوی کوای سي خپل دولت کې یا خپل نورو ارګانونو کې کار وکړي او خپل وطن ته خدمت وکړي. ستا دی داسې خلک د یې جایه کې از خوبی های او یې جایه یې جایه که است وقتی که شاگردار فارغ میتن خوبیش ایجا است که اونمو کمپنی ها و یا دیگه چینل های تلویزیون میان دیجا و اونم وقت سی وی های شاگردار را جمع میکنن و میخوان که برای کار بتن و زودترین فرصت آنها کار پیدا میکنن. د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ رئیس سردار محمد روشن وایي چې د کار په مارکیټ کې اوس مسلکي کسانو ته ډیره غوښتنه یا تقاضا موجوده ده، نو له همدې امله له دغه مرکز څخه اویا په سلو کې فارغ شوي محصلین په دولتي او نادولتي سکتورونو کې په دندو ګمارل شوي دي. رشته چې موږ دلته درس ورکوو هغه ټول په اساس دی تقاضا د بازار تعین شوی چې دوو کې مثلا د وسایل او وسایت او تخنیک دی، هغه کې زراعت باغداری ده، ساختمان دی، بزنس منیجمنت دی او کمپیوټر ساینس دی.
د مسلکی زده کړو د انسټیټیوټ رئیس سردار محمد روشن وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې هم څانګې لري. د هیله وښوده چې دغه لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي تر څو ځوانانو ته د کاري وړتیاو د زده کړو زمینې برابرې شي. محمد مصطفی کاکړ، کابل. برای بلند بردن سطح مهارت‌های مسلکی و حقوق‌دانان جوان، مؤسسه به نام گلوبال رایتس در هرات برنامه 4 ماهه را برا انداخته. در این برنامه محصلان حقوق و شرایط پوانتون هرات آموزش داده می‌شود. همکار ما فاروق فیضی از هرات یک بار دیگر. برای اولین بار 55 تن از محصلان پوانزه‌های حقوق و شرعیات پوانتون هرات دوره آموزشی 4 ماهه حقوق‌دانان جوان را در ولایت هرات سپری نمودند. این برنامه آموزشی از سوی مؤسسه آمریکایی گلوبال رایتس در شهر هرات راه‌اندازی شده است که هدف آن بالا بردن مهارت‌های مسلکی دانش آموزان رشته حقوق و شرعیات هرات می باشد. فاضل مومن مؤسس پوانزه حقوق هرات می گوید من در این دوره آموزشی تمام موضوعات حقوقی را به شکل عملی خواندم که این برایم بسیار مفید واقع شده است. برنامه گلوبال رایتس زمینه را برای محصلین فراهم کرد و فراهم میکنه که اونا بتانن موضوعاتی که به شکل تئوریک آموختن اونا را عملی فرا بگیرن و ای که بعد از اینکه از پانتون فارغ میشن و به عنوان وکیل مدافع، سارنوال و یا قاضی وقتی ایفای وظیفه میکنن بتانن به همو موضوعاتی که به شکل تئوریک و عملی آموختن بهتر بتانن ایفای وظیفه بکنن. محمد رحمان رحمانی مؤسسه دیگر است که او نیز میگوید این دوره برایم مانند ستاج بوده است، چرا که اکثریت مسائل حقوقی را که به شکل تئوری در پوانتون برای ما تدریس شده بود در این دوره به شکل عملی برای ما نشان داده شد. این پروگرام بسیار مؤثره برای مؤسسین به خاطر که باعث میشه در سایه عمل ما بسیار مؤثرتر از دانشجوهای عمل کنیم که اونا بخش تئوری فقط خوندن، به خاطر که عملا ما محکمه بدیدیم، کار سارنوال، کار وکیل مدافع، کار قاضی و در نهایت روزی هم که به کار شامل شیم میتونیم یقینا بگیم که بسیار مؤثرتر میتونیم از اون فعالیت کنیم، به خاطر که اول که ما داخل پروگرام شامل شدیم بسیار مسائل نمیفهمیدیم و درک از اونها با مشکل بود. از سوی دیگر داوودشا سبا والی هرات گفت افغانستان به یک نسل جدید وکلای مدافع، سارنوالها و قضات ضرورت دارد تا که تامین کننده نیازمندی های ادارات عدلی و قضایی متداوم، عادلانه و شفاف در کشور باشند. صمیمانه می خواهیم به همه شما بگویم که حضور شما، وجود شما و فراغت شما قوت قلب است به نظام قضایی و عدلی افغانستان است. قوت قلب است به محکمه استیناف افغانستان، محکمه استیناف هرات، قوت قلب است به سارنوالی هرات و بالاخره دیگه ارگان هایی که با حقوق و با عدالت سر و کار دارند. مؤسسه گلوبال رایتس برنامه آموزشی خیش را از سال 2005 از پوانتون های کابل شروع و تا به حال پوانتون های ننگرهار، مزار و هرات را نیز تحت پوشش قرار داده است. فاروق فیضی، هرات. تکنولوژی معلوماتی در افغانستان در پهلوی ایجاد زمینه اشتغال برای شمار زیاد از افراد در بخش کاریابی هم تانسته تحول را ایجاد بکنه. یکی از سایت هایی که خدمات کاریابی را برای افغان ها ارائه میکنه jobs.af نام داره که همین لحظه مسئول امی سایت آقای فرشید قیاسی در استودیوی کابل ما تشریف دارن. فرشید عزیز، با کاروان خوش آمدین. از چه وقت آغاز کردین و چی گونه خدمات خود ارائه میکنین؟ تشکر بسیار زیاد. خدمات جابز داریف ما از اول جنوری سال 2010 که تقریبا بیشتر از 1.5 سال میشه به این طرف ما خدمات جابز داریف به مردم افغانستان ارائه میکنیم. ما بسیار عالی. شما از کسایی که از طریق افغان دادیف کار پیدا کردن به چند میرسه؟ شمار تو کدام شمار دقیق که به حساب ما بفهمیم دقیق که از طریق وبسایت جابز داریف مردم کار پیدا کرده باشن تو کدام ارقام دقیق نداریم، لیکن ما فکر میکنیم بیشتر از هزاران نفر
از طریق وبسایت جابز داریف کار وظیفه پیدا کردند. طریقی کاری که شرکت ها با شما تماس میگیرند، پست های خود اعلان میکنند یا مردم مراجعه میکنند، میشه کمی بر ما بیشتر معلومات بدین؟ وبسایت www.jobs.ref وبسایت است که فعلا تمام خدمات ما مجانی است. کسایی که کار وظیفه میپالن یا میتونن که داخل وبسایت رفته اونجا رجستر کنن، تمام رزومه یا خلاص سوانه خود میتونن یا داخل می وبسایت ما در دیتابیس ما ثبت کنن. بله. و در طرف دیگه کسای هم شرکتایی که میخواین نفر استخدام کنن یا هم میتونن که داخل وبسایت ما برن اونجا رجستر کنن. بعد از اینکه رجستر کرد و ما تشخیص کردیم که یا شرکت های واقعی هستن داخل افغانستان، و میتونن که با خودشان اتومات از طریق وبسایت ما تمام اعلان های کاریابی خود از اونجا اعلان کنن از طریق وبسایت. معمولا کدام وظایف در این سایت اعلان میشه؟ معمولا وظایف در بخش مدیریت، در بخش معماری یا کانستراکشن، انجینری، مهندسی، در بخش بانکداری و دیگر در سکتور آیتی، خدمات آیتی یا تکنولوژی معلوماتی زیادتر از طریق وبسایت ما اعلان میشن. با توجه به سطح بیکاری در جامعه، خدمات شما تا چه حد برای کاهش این مشکل کمک کرده؟ وبسایت جابز داره بسیار زیاد مفید است برای مردم، از خاطر که در هر جای افغانستان، در هر نقطه افغانستان یا خارج از افغانستان باشین، دسترسی به اینترنت داشته باشین، میتونین تمام همین وظایفی که اعلان میشه و شما داخل وبسایت ببینین و از طریق خود وبسایت هم میتونین که شما درخواست خود به اون وظایف روان کنین. دیگه ای از یک نگاه بسیار زیاد مفید است، چرا که مردم ضرورت نیست که پشت هر دروازه هر دفتر برن که شما کدام وظیفه دارین ندارین. همه چیز در یک نقطه مرکزی داخل وبسایت از اونجا یا پیدا میکنن و از اون استفاده میکنن. فرشید عزیز، از اینکه به کاروان آمدین جهان سپاس از شما. تشکر، زنده باشین. په افغانستان کې د پراخې بیکاری او کمزور اقتصاد له امله یو زیات شمیر کورنۍ خپل واړه ماشومان په سختو کارونو مجبوره کړي دي، او د دې ماشومانو او کورنیو سره د مرستې او د دې ستونزې د حل لپاره لا تر اوسه کوم کوټلی اقدام نه دی ترسره شوی. په دې هکله زموږ همکار نعمت الله مزار شریف څخه نور جزئیات راکوي. د مزار شریف ښار منډوي هغه ځای چې په هر قدم کې هغه ماشومان لیدل کېږي چې له خپلو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره په ډیرو ستونزمنو کارونو بوخت دي. د دغو ماشومانو ډیر شمیر په بېوزلو کورنیو پورې تعلق لري، او د کور د خرڅ د برابرولو په چاره کې له خپلو پلرونو او مشرانو ورونو سره اوږه ورکوي. نه خونه مو تنها یک دو کارګر هستیم، یکی پدریم هست، یکی خودیم هستیم. روزی سر ما خودیم پیدا داریم، آقای مردی کار است. من غلطه که میگنم روزی دو ساعت، دو نیم ساعت، یک ساعت پنجاه میشه. این پیسه خود دا آقا میتونم باز آقای ما کاروش کشده پایش درد میکنه، کمرش درد میکنه. مکتب هم نمیری؟ نه مکتب نمیری، شومل نکنه مرا. دغه ماشوم نوم اکبر ده. اکبر د کاربرسی را خوانزی تا همزی. اغای چه شاو خوالست کلا عمر لری، زما په نظر یوازینه ماشوم بوی چه په دی عمر که کار کوی. خلا بدا مرغ داسه نده، بلکه لغن هم کشنی ماشومانش تا چه کار کوی. اگام رو پنجار رو بکار میکنم، اگام رو صد رو بکار میکنم، در پیسر رو داخل بدم سلفیش، چهار از اون پنج میشم. پا اکبر بر سیره نور اگه ماشومان هم چی ده کار کولو تر سنگ خونزی تزی دوم را بختور ندی. زکه چی پا کار کولو سر ده کارانه دندو ده تر سر کولو او پا کور که ده درس ویلو توان للا سور کوی. د بلخ ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست چارواکي بیا وایي چې د کار او ټولنیز چارو وزارت په دې وروستیو کې داسې یو ستراتیژي تصویب کړې چې له مخې به د سړک پر سر ماشومان له ستونزمنو او شاقه کارونو څخه وویستل شي، او هغوی ته به د ژوندانه اسانتیاوې او د زده کړې امکانات برابر شي. خوشبختانه در ی اواخر ما شاهد تصویب ستراتیژي ملي اطفال کارکن رویجاده هستیم که به اساس این استراتژی و هدف کلی این استراتژی را جمع‌آوری اطفال از کارهای شاقه و از کارهایی که به اصطلاح صدمات ذهنی و فیزیکی را برای اونها وارد میکنه، جلوگیری از این موضوع و سوق دادن اطفال به طرف تعلیم و تربیت و به طرف معارف است. دغه وزارت په داسې حال کې د استراتژی د تصویب خبره کوي چې د وروستۍ سروې له مخې چې د همدې وزارت لخوا اعلان شوی، شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان د سړکونو پر مخ پر ستونزمنو کارونو بوخت دي. خو دا چې دا ستراتیژي به څومره پلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب ووایي. نعمت الله،
مزار شریف. در حاشیه کاروان امروز مطلب جالبی داریم در مورد محبوبیت و بازار گرم رستوران های کنار جاده در شهرهای بزرگ ایالات متحده. تماشا میکنیم. در شهرهای بزرگ ایالات متحده رستوران های سیار کنار جاده بازار گرمی دارند. این قطار مشتری های یک رستوران سیار در واشنگتن است که برای به دست آوردن غذای مورد علاقه خود انتظار میکشند. حداقل هفته یک دفعه اینجا میایم و غذای از این رستوران بسیار لذیذ و با کیفیت است. ما غذای حلال به فروش میرسانیم. غذای مثل جایرو، مرغ، برنج و نان. ما به 80% مشتری خود روزانه نان آماده میکنیم. این کار طی چند سال گذشته در سراسر کشور وسعت پیدا کرده. بسیاری از مالکان این رستوران های سیار جوانان هستند، چون کار ساده نیست و نیاز به زحمت و شکیبایی دارد. به نظر ما وضع اقتصاد روی بازار مواد غذایی تاثیر گذاشته و غذایی را که ما عرضه میکنیم ارزان است. مردم به جای رفتن به رستوران ها و دادن بخشش به کارکنان هتل و مالیات ترجیح میدن به رستوران های کنار جاده بیاین. بنان رکود اقتصادی به نحو به بازار غذایی کنار جاده کمک کرده است. در جاده های پر ازدحام شهر نیویورک شمار زیادی از این رستوران ها وجود دارد و از کشش خاص نزد مشتریان برخوردار می باشند. وقتی در جاده های شهر نیویورک قدم می زنین، با یکانه چیزی که بسیار سر می خورین رستوران های کنار جاده است. و امی لحظه در وال استریت هستم. در اینجا هم شمار زیادی از این رستوران ها وجود دارد. می خواهیم با یکی از مالک های این رستوران ها صحبت کنیم. خوشبختانه که با یک هموطن سر خوردم. این جوان حمید نام داره و 11 سال میشه که به این کار میپردازه. در مورد مشتریات بگو. مشتریات کیا هستن؟ معمولا کسایی داری که همیشه برات میای یا هر روز وقت از ما مشتریای ما هم روزه مشتریایی است که همینجا کار میکنن و چندین سال است میشناسیمشون. کسمرایی که یک روز باشه و راه گذر باشه بسیار به تعداد کم. یک کسمرای کلشون کسایی هستن استاک بروکر هستن. کسایی هستن در استاک مارکت کار میکنن. کلشون کارگرای استاک مارکت هست. اگر در این بیلدنگ هستن یا در خود بیلدنگ استاک مارکت هستن. جالب است که کسایی که اینجا کار میکنن بسیار عواید خوب دارن. بله. و میتونن که در هر نقطه از نیویورک برن چیز بخورن، در هر رستوران بسیار مجلل و بزرگ بخورن. بله. و اینجا مشتری های خود هستن. دلیلش چی فکر میکنن؟ رستورانت های چندین رستورانت خوب و بزرگ در دور پیش ما هست که یکی در اینجا هست، یکی در اونجا هست، در پوستر بلاک هست رستورانت هایی هست. اما کستمر هایی که ما داریم همونطور که خودتان فرمودین که هیچ از نگاه پولی ها مشکلات ندارن، اما غذای ما صد فیصد در مقابل از رستورانت ها غذای ما را ترجیح میدن. یکی که به این مردم مهمترین چیز برشان وقت است صبحانه که باید وقت تر وقت به کار برسن. یکی از ما سرویس ما فست است، غذای ما پاکتر است، تازه تر است. روز خوش، کامیاب باشی. خدا حافظتان. تیک کیر گایز. تنوع در غذا، کیفیت خوب، قیمت نازل و وقت کم انتظار علاقمندی مردم نسبت به این رستوران ها بیشتر کرده و بازار غذاها در ایالات متحده گرمتر شده. داشته های کاروان امروز ما همین بود. امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشد. لحظات چندی از برنامه باقی مانده و با استفاده از فرصت میخواهیم به یک نکته اشاره کنم. برای ایجاد کار و اشتغال سیاست‌گذاری دقیق نیاز است و باید زمینه را برای انکشاف زیرساخت‌ها، منابع داخلی و بخش‌های خصوصی فراهم کرد. و همچنان به جوانان لازم است که در راستای آموزش‌های علمی و مسلکی تلاش کنند تا از فرصت‌های کاری در کشور استفاده کرده بتوانند. د بیکاری په کلخ په بلبسته د کاروان پر اړیک پرونه کې دوام ورکو. فقط دیش دقیقې وروسته په امریکا غږ آشنا رادیو 3.5 FM کې هیله ده چې هلته هم له موږ سره اوسئ.